بحث بعدی این که اینقدر گفته می شود درویی، تزویر، ریا، یا به تعبیر دینیش بگم نفاق، اینقدر گفته میشه و حتی در اسلام که دیگه به کرات دیده، در یهودیت هم همینطور البته، که گفته میشه نفاق از کفر بدتره، چون کفر تو یه دله لاغر، مؤمن یک دله است در جهت رفتن به سوی خدا، کافرم یک کافر فقیر نمیگم ها، کافر به تعبیر الهیاتیش، کافرم یک دله است در جهت چی؟ پشت کردن به خدا. اما منافق مشکلش اینه که در درونش نفقه هست. نفقه در زبان عربی یعنی شکار. راجع میکنید. اینو میگن این منافقه در درونش شکاف وجود داره. انفاق که بهش میگیم در زبان عربی انفاق یعنی شکاف فقر و غنا رو از بین بردن. چون یکی از معانی باب افعال یعنی رفع مجردش. انفاق باب افعال از نفقه یعنی نفقه رو از بین بردن. ما با انفاق نفقه رو شکاف اجتماعی رو از بین میبریم. کاری ندارم. حالا عرض بکنم که این نفاق، این درویی، این با تو از مجموع بودن بیرون میاره. تو باید دو تا چرکه بندازی. توجه میکنید؟ قرآن دائما نقل میکنه. میگه وقتی با دوستان خودشون خلوت میکنن یه جور حرف میزنن، وقتی با مؤمنین میان یه جور دیگه حرف میزنن. خب و از این نظرم که باز قرآن در اوایل سوره بقره راجع به منافقین میگه کلما ازاء لهم مشوا فیه و ازا ازلم علیهم قام. این وضع دوگانگی منافقان ببینید چقدر به نظر من زیبا تصویر شده. میگه اینا مثل آدمی هستند که توی بیابونی شب زمستانی تاریک پربارون رعد و برقدار گیر کردن. یه برق که میزنه یه دو قدم میرن جلو، چون بنده دو قدم رو میبینن، تا که برق خاموش میشه باز اینا کجا برن؟ اینا تا مردم رو میبینن یه فعالیتی میکنن، فعالیت ایمانی میکنن، توجه میکنه که مردم بگن هم از خودمون، تا که تاریک میشه دیگه کسی نمیبینه، چون تکون نمیکنن دیگه از جاشون، چون این کار رو برای که میکردن؟ برای که مردم ببینن. یه نوع تزویر، یه نوع ریا درشون وجود داره. این که اینقدر میگن یک پارچه باشیم و تزویر و ریا نداشته باشیم، اگه مجرمیم خالصا مخلصا مجرم باشیم، و اگر هم مجرم نیستیم خالصا مخلصا مجرم نباشیم، ولی اینکه باز لااقل شقاق درونی رو نداشته باشیم. این شقاق درونی ما فقط از اسکیزوفرنی به تعبیر روانشناختیش میترسیم، که روانشناسان میگن تو شقاقت به حدی رسیده که اصلا تو دیگه مبتلا شده ای به شیزوفرنی، اسکیزوفرنی. ولی ما این اسکیزوفرنی در مدارج پایینترش رو هممون کما بیش داریم، چون حضور و عدم حضور شما فرق میکنه تو رفتار من، پس معلوم میشه من یک دله نیستم. بچه‌ها یک دله، توجه میکنید؟ من بارها گفتم مثلا بچه فرض کنید مثلا 2 سالتون، 1.5 سال، 2 ساله، یه چکش برشه همینطور تا جون داره میزنه روی این میز، تنها تو اتاق میزنه روی این میز، شما که از در وارد میشید یا مامانش همچنان داره میزنه روی این میز، توجه میکنید؟ از روزی که دیدید بچه‌تون داره چکشو میزنه رو میز، تاش ما وارد شدی همینطور دستش بین زمین و آسمون گیر میکنه و زل میزنه به شما نگاه میکنه، دیگه درویی رو فهمیده. فهمیده که در غیاب مادر کاری رو میتونم بکنم، که وقتی مادر حاضر میشه دیدید که بچه‌ها از یه حدی که میرسن تا که وارد اتاق شما میشی دارن ورقه که دفترچه خواهرشون رو پاره میکنن، تا که وارد میشی همینطور خشکش میزنه، دستش تو فضا خشک میشه، چون فرق براش میکنه نبود مادر با بود مادر. اما 5 ماه قبلش اگه داشت کتاب خواهرش پاره میکرد، اون وقت هم که میمدی پاره میکرد، خواهرش هم که میمد در، چرا؟ چون براش بود و نبود خواهر فرق میکرد. یه دله از بچه، تزویر نداره، ریا نداره. اما خب دیگه ما نه. این شقاق درونی هم باز با اون تمرکز در واقع سازگاری نداره.